امین قدری، همسر اقبال مرادی، فعال سیاسی حقوق بشری تر شده، مادر زانیار مرادی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. خطاب همه مردم جهان و فعالان عرصه حقوق بشر، نهادهای بین المللی. من مادرم 10 سال تمام لحظات زندگیمون مالا مال از ترس و وحشت از حکم اعدام زانیار و لقمان بود. دادهایی که همراه اقبال چه شبهایی را با ترس از اجرای حکم اعدام تا صبح بیدار بودیم. حالا هم راهم یار و همدم این سالهای زجر آور دیگر زنده نیست. بعد از انقلاب و در دهه شر بازداشت و به اعدام محکوم شد. بعد از 3 سال زندان آزاد شد، ولی مدام از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار و مورد بازجویی و آزار و اذیت قرار گرفت. سال 84 به دلیل این فشارها از ایران خارج شدیم و به اقلیم کردستان رفتیم. اقبال بارها تلفنی از سوی نهادهای امنیتی ایران مورد تهدید قرار گرفت. همسرم سال 87 عرصه مبارزه خود را تغییر و مشغول فعالیت حقوق بشری شد. در میان اعضای شورای رهبری جمعیت حقوق بشر کردستان جای گرفت. در این 10 سال در این سازمان حقوق بشری و البته مدتی هم همزمان با کمپین دفاع زندانیان سیاسی و مدنی و کانون مدافعان حقوق بشر کردستان مشغول فعالیت بود. در طول 10 سال گذشته همسرم هم و غمش دفاع از زندانیان سیاسی و دفاع از حقوق بشر بوده. 2 ماه پیش اداره آسایش اقبال را به سلیمانی فراخواندن و به او گفتن جمهوری اسلامی در صدد ترور توست. پیشتر عوامل جمهوری اسلامی 2 بار اقدام به ترورش کرده بودند. 1 بار سال 87 از سوی عوامل ترور جمهوری اسلامی ایران اقبال در شهر پنجوین ترور شد و در مورد اصابت 9 گلوله قرار گرفت. بعد از این ترور ناموفق و در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر ما مدتی نگذشته بود نیروهای امنیتی زانیار و لقمان را در مریوان بازداشت کردند. ما هیچ گونه خبری از زانیار و لقمان نداشتیم. از طریق رسانه های حقوق بشری مطلع شدیم زانیار و لقمان را با طرح اتهامات سختگی به اعدام محکوم کردند. زانیار و لقمان از سوی نهادهای امنیتی مورد شدیدترین شکنجه قرار گرفتند. زانیار 4 عدد از ماره های پشتش در اثر شکنجه به شدت آسیب دید. هرچند گواهانی حاضرن شهادت دهن که در روز حادثه زانیار و لقمان با آنها بودن. با این وجود زانیار و لقمان به این اتهام جعلی محکوم به اعدام شدن. بعد از 10 سال و با وجود این شاهدان و نبود هیچ گونه دلیل و مدرکی علیه آنها و محرز بودن بیگناهی زانیار و لقمان، حکومت جمهوری اسلامی از برگزاری محاکمه مجدداً ممانعت میکنه و اجازه نمیدهد دوباره محاکمه شوند. ما مستاشی زادی، تو که بهتر از هر کسی میدانی زانیار و لقمان در قتل فرزندت دستی نداشتن. خودتان بارها میان مردم در این باره گفته اید که زانیار و لقمان بیگناهن و کار آنها نبوده. آیا رواز فرزندان من اعدام شوند؟ شما میان مردم گفته اید من رضایت داده ام، ولی شکایت شما هنوز روی پرونده است. لطفاً به خود بیایید و از اعدام 2 جوان بیگناه جلوگیری کنید. همسرم را از من گرفتند. شما مسبب گرفتن فرزند بیگناه هم از من نباشید. داغدارم کردن، داغدیده‌ترم نکنید. صدور حکم اعدام با اتهام ساختگی و واهی انتقام جمهوری اسلامی از اقبال بود. شاهدانی هستند که واقفند. وزارت اطلاعات بارها به زانیار گفته تا پدر زنده باشد تو زیر تیغ اعدام خواهی ماند.
فرزندم را ندیدم، حتی نتوانستم تلفنی باوی حرف بزنم. از تماس تلفنی زانیار با من به عنوان یک مادر جلوگیری می کنند. نمی دانم حالا در چه وضعی به سر می برد. مردم، نهادهای حقوق بشری، فعالان عرصه حقوق بشر، سازمان های بین المللی، از شما می خواهم فریاد مرا شنیده و درد مرا حس کرده و برای آزادی زانیار و لقمان اقدام نموده و ما را یاد دهید. لگو دیده ها و دو مانه آتیر بسر زیارت کن باوانه کن.